هفتم برنامه یزلناتان و نازنین باغستانی به خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیویی روز هفتم و من الناتان باقستانی هستم با هم دیگه امروز افتخار داریم امروز همسرم که برنامه روز هفتم خدمتتون رو ارائه بدیم بله روز دیگه عصر دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم 13 جولای ساعت 5 عصر جنوب کالیفرنیا آها آه بگید محل رادیو هم بگید دیگه آدرس و تلفن هم بگید آفرین به حافظه <applause> بله تلفن رادیو اگه میخواید برای برنامه سنده تماس بگیرید 818 805 3393 پاسخ بوی شما عزیزان هستیم و مبحث امروز راجبه موضوع مهمی رو که میخوایم صحبت کنیم آره موضوع آزادی رو ادامه میدیم ولی این دفعه میخوایم راجع به صحبت کنیم که شما میتونید آزاد بشین لازم نیست اسیر باشین حتما این موضوع جالب خواهد بود البته اینم به نظر من زمینه و دامنه بزرگی داره ولی سعی می‌کنیم موضوع رو با هم دیگه راجعش صحبت کنیم خوشحال میشیم که نظرات شما رو بشنویم و خوشحالیم که در خدمت آقای استیو هم هستیم یه پشگرمی گرمی هستش تو این گرمای کالیفرنیا <laughs> خدا برکتتون بده در خدمتتون هستیم آوا باشید آیا فکر کردی که چرا همه ما انسان علاقه داریم آزاد باشیم نازن جون بر اینکه خوب آزادی خوبه دیگه آدم دوست داره آزاد باشه اسیر آدم که هیچ کی نمیخواد اسیر باشه اون باشه نه ولی خیلی از آدم های آزاد و در کشور آزاد اسیر هستن راجعه موضوع صحبت خواهیم که چند لحظه بعد ولی این در ذات هر انسانیه به مثل که بچه کمی جون میگیره و خودشو میشناسه و اطراف خودشو حتی اون نوزادم دوست داره آزاد باشه کم کم مثلا بهش میگه برو به خواب ساعت هشت شبه بچه نمیخواد این کارو بکنه میخواد در آزادیش باشه در ذات انسان هست که علاقه داره آزاد باشه امروز در کشور از ما مردم دارن بها میدن خون میدن اه، اه، شکنجه میشن به خاطر که آزادی میخوان نه فقط بردا ما در خود داخل, داخل کشور اینجوری هستن حتی خیلی از ماها که در خارج کشور هستیم به خاطر بهای آزادی یعنی اینکه آزاد باشیم خیلی چیزا رو فدا میکنیم خیلی از آدما هستن که این روزا ساعت ها کار میکنن به که 800 کار کنن شاید مثلا 16 ساعت 18 ساعت کار میکنن تا بلکه بتونن زندگی بهتری داشته باشن ولی ناخواسته ما میبینیم که حالا یه مدار راجع به هم صحبت خواهیم کرد که این آزادی همچین هم تبدیل به مو... موضوع مهمی و زیبایی نخواهد شد ولی در ذات در وجود هر انسانی هست که میخواد آزاد باشه و که بدونیم که همه ما رو خدا آزاد آفریده از اینجا من معتقدم اونه که باور من هستم به خدا شدین رو بپذیرن که خدا ما رو آزاد آفریده و جای تأسف داره که برخی از ما هستیم که خواسته یا ناخواسته اسیر میشیم یا خودمون رو اسیر میکنیم حالا من یه لیست از این اسارت ها رو امروز خواهم گفت این برنامه یا خودمون رو به نوعی اسیر میکنیم یا سایرین عامل اسارت ما میشن شما میبینید در یک ازدواجی حالا آقای یا خانم به نوعی اسیر میشه در یک محیط کاری اسیر میشه در یک اجتماعی اسیر میشه الان مردم ها معتقدن که در داخل کشور دولت داره این کار میکنه که تا حدود زیاد درسته ولی خیلی از مردم هم که اونجا خودشو خودشون اسیر میکنن به نوعی که مطمئنا آمار رو ما نشون میده اما نکته خیلی خیلی مهمی که وجود داره اینه که هر کس حق انتخاب داره ما میتونیم انتخاب کنیم که اسیر نباشیم آزاد زندگی بکنیم حتی در محیطی که محیطی نیستش که به نظر آزاد باشه ما میتونیم آزاد زندگی بکنیم چرا چون خدا ما رو آزاد آفریده بنابراین قدرت آزاد زندگی کردن داریم و لزومی نداره من پیغام میخوام این باشه امروز تو این برنامه شخصا به عنوان البته که لزوم نداره که اسیر باشیم میتونیم آزاد بشیم حالا باز میگم در ادامه خواهیم گفت یه لیستی رو که عزیزان اسیر هستن من دوست دارم که از عزیزان بشنویم چه اگر برنامه رو گوش میکنید یا یعنی اینکه تکرار این برنامه رو خواهید شنید به ما بگید که آیا با ما موافق هستید اگر هستید چرا اگر نیستید چرا خوشحال میشیم بشنویم و موضوع آزاد موضوع خوب آزادی و موضوع اسارت رو با هم دیگه چجوری چطور می‌بینید؟ با باشید در ادامه برنامه در این که در خدمت هستی بیشتر صحبت خواهیم کرد. بله داریم درباره آزادی صحبت میکنیم و آزادی که خدا ما رو برای اون خونده پس قدرت آزاد شدن رو داریم همطور که درسته. گفتیم و انسان های آزادی هستیم و خوانده نشدیم که یک برده باشیم هیچکس کسی در قرن 21 که عبارت بردگی رو استفاده کنه اصلا بی به نگاه میکنن یعنی یه زمانی بوده تو هم کشور مردم برده بودن حالا چون رنگ پوستشون فرق کرده یا از یه کشور دیگه بودن ولی در کشورهای مدرن مثل آمریکا آدما میدونن که موضوع برده بودن چیز خوبی نیستش گرچه باز دیده میشه در همین کشور هم دیده میشه در بعضی اوقات ولی به عبارتی فقط مردم برده نیستن به خاطر که رنگ پوستشون فرق عقیده مذهبیشون فرم کنه بلکه به نوع مختلفی اصارت دارن میپذیرن و خیلی فکر میکنن که وقتی اگه مذهبی باشی یعنی اینکه اسیری اثیر مذهبی اسیر این بند ها هستی در صورتی که اینطور نیست خیلی زیبا یعنی آزادیستن یعنی زندگی در اطاعت از احکام خدا آره من اینجا مشکل دارم با مسئله مذهبی بودن وقتی مذهب صحبت میکنیم مردم بلا فاصله ذهنشون میره مذاهبی کن در دنیا هستن که خیلی از اونها هم نتیجه خوبی به همراه نیوردن در جامعه خودشون در سطح دنیا من با مذهب بودن شخصا موافق نیستم ولی اینکه کسی میخواد روحانی زندگی بکنه یا خدا رو دوست داشته باشه یا طوری زندگی کنه که برای خدا و برای هم نوع خودش مفید باشه اینو موافقم ولی مذهب به اون معنا که یه سری مراسم انجام بده شخصا فکر کنم شما اینجوری باشه هستی؟ نه خب مذهب وقتی اصلا چون گفتی مذهب من زنم رفت اونجا آره وقتی اسم مذهب آره مذهب یعنی حالشون مردم بد میشه آره مذهب اتفاقا یه اسارتیه مذهب یعنی تو در بند نمایش اجرا کردن هستی میدونی چون مذهبیون از با بدشون میاد راجب این صحبت میکنه چون, چون مذهبو ببین تو اگه با خدا ارتباط نداشته باشی نمیتونی آدم خوبی باشی یا نمیتونی خوب رفتار کنی مجبوری مذهبی خودتو نشون بدی ام. و وقتی مذهبی خودتو نشون میدی یه ظاهر تمیز داری در صورتی که باطنت اسیره باطنت اسیر گناه برده خیلی چیزا هستی درست. و فقط خداست که میتونه تو رو از این اسارت آزاد کنه خیلی جالبه من حالا برم گردیم به آزادی ولی چی میخوای بگیم میخوام بگم شنانه از این موضوع عوض شد در خدمت نه موضوع عوض نشد من سوال دارم شرقی شرق ببین یکی از شاگرده سوال بله بفرمایید شما گفتید که کسی که به خدا اعتقاد نداشته باشه نمیتونه آدم خوبی باشه نه من نگفتم گفتم خدا. که مذهبی چون وقتی میگیم مذهب مس کنن ولی اینکه گفتید اون کسی که به خدا اعتقاد نداره چون ببین خدا منبع نیکوییه هیچی دیگه منبعی نکوی نیست. آره ولی کسی درسته. که بهش اعتقاد نداره نمیتونه خوب باشه. چرا میتونه آف. خوب باشه؟ ولی خوبیه انسانیته. یعنی انسان آه. میتونه آه. باشه. خدا خدایی نمیتونه باشه. آه. درسته؟ البته یعنی از خیلی اس... از عزیزان میگن میگن آدم خوب باش کافیه دیگه. آره آدم آره. خوب باش آره. کافیه. هستم... ولی آدم خوب چیه؟ آره. آره. به آره. استاندارد ما انسان ها خوب. شما من یه خانومی رو میشناختم این خانم از هر کسی که من تا به حال در زندگیم دیده بودم که مؤمن بود و خدا باور بود و اینا این آدم اصلا نبود ولی انقدر این آدم خوب بود که بله یعنی خب یعنی غیر قابل انکاره دیگه پس یعنی نه. پذیر هست نه ما خود، خودمون خیلی آدم های خوبی دیدیم که هستند و اصلا خدا ناباورند ولی آدم های خوبی هند. ولی استاندارد خوب بودن چیه آخه برمیگردیم خوبی چیه ما انسان ها استاندارد ما خیلی پایینه برای خوب بودن یکی ما رو محبت میکنه ما قش میکنی یعنی اون خوبی برای ما ولی وقتی به خدا بگی که مثلا فلانی خوبه خب خدا استانداردش خیلی بالاتره وقتی خدا بگه خوب یعنی کاملا مقدس کاملا خوا از خود گذشته یعنی جان خودشو میده یعنی استاندارد خدا خوبی فرق میکنه با ما ولی از اون نظر بله انسانهای خوب خیلی زیاد هستن و خدا رو شک براشون ولی من برگردم به آزادی اگه سوالت <applause> نه خوب میشه راجع موضوع صحبت کنیم حالا چه اینجا پشت میکروفون چه خصوصی حتما موضوع مهمیه و منم معتقد هستم خیلی آدمایی بودن که در طول تاریخ کارهای بزرگی کردن ولی اون باوری که شاید ما داریم راجع بی که خدا رو میشناسن ندارن حالا اینکه حالا انسان شبیه حالا تو اینجا میگیم راجع به شبیه خدا آفریده شده و اینکه حتی اگه خدا باور نیستش ولی خیلی کارا میکنه که قشنگ شکی درش وجود نداره همه ما نخواهم بود من میگم از موضوع دور نشیم بریم راجع به آزادی صحبت کنیم مثلا اینجا. بله راجع به آزادی صحبت میکنیم و من میخوام من اینو بگم که در باغ خدا انسان آزاد آفرید خیلی ها میگن که وقتی خدا در اون جا اون درخت شناخت نیکو بعد قرار داد یعنی انسان ها اسیر کرد در صورتی که نه اون اه، اه، چون آدم و هوا آرادی شناخت داشتن میدونستن نیکوی چیه کاملا شناخت داشتن و خداوند اتفاقا اگه حق انتخاب بهشون نمیداد یعنی آزادی از اونها میگرفت پس وقتی راجع به اطاعت از احکام صحبت میکنیم وقتی راجع به اینکه خود خدا ما رو آزاد و صحبت میکنیم نمیتونیم بگیم که از اون طرف خدا داره ما رو اسیر میکنه ولی خدا حق انتخاب رو به ما داده درست. ما میتونیم انتخاب کنیم آزاد باشیم میتونیم انتخاب کنیم اسیر باشیم بله. شما کدوم انتخاب میکنید درسته؟ بله. پس خدا ما رو برای برکت آفریده ما رو برای آزادی آفریده و اگه برگردیم به تورات رو نگاه کنیم و به کتب آسمانی نگاه کنیم در احکام این آزادی خیلی مشخص مشاهده میکنه آره هر انسانی کنم که به ذات خودش رجوع کنه دوست داره آزاد باشه حتی در بعضی از مسائل مذهبی هم که در دنیا وجود داره شاید ما تصور و رو آزادی متفاوت باشه ولی در اصل که بری با اون آقایی که حالا خیلی متعصبه با اون خانم که خیلی متعصبه که متاسفانه جامعه ما در از اون الان اذیت میشه صحبت کنی با نوعی میگه ببین من طرفدار آزادی هستم آزادی چیزی که همه دوست داره حالا تعریف چطوری است متفاوت شاید تعریفی که ما امروز میکنیم من برای بعضیا غیر قابل پذیرش باشه شاید بعضی بگم من با شما هم فکر هستیم به هر چی که اعتقاد دارن ولی انسان در وجودش این هست که من میخوام آزاد زندگی کنم مثلا ولم کنیم میخوام استراحت کنم مزایم هم نشید دیگه تو ذاتشه دیگه فقط به خاطر استراحت که که میخواد با خودش باشه من میشه زمان که میگم من برم بیرون از شهر یه هفته تنها باشم نه خوام با کسی حرف بزنم این حق اتخاب دیگه آزادی هستش ولی تعریف آزادی متاسفانه یه خوشبختانه متفاوته میگم متاسفانه چون گاهی وقتا بعضی افراد از همون چیزی که شما استفاده میکنید برای امور خیر و کمک رساندن به هم نوع خودش و برای زندگی خودش خودت استفاده میکنم برای اف... تفکرات خودخواهانه و آسیب رسانده مثلا شما پول وسیله خیلی خوبیه ولی خیلی با پول بوده که بدبخ شدن یا دیگران بدبخ کردن شما ماشین میتونی مقصدت برسی با ماشین میتونی جون خود یا دیگری در خطر بنازی من امروز یک کلی کردم آقای فکر کنم دیوسی ست داشت رو میکرد تو فریوی زد به یکی وحشت خب این, این, درست آزادی زندگی منه ولی نه به معنا که بخوای بزید به خود آسی برسید یا به دیگران پس ولی باز برگردیم این موضوع انسان تا موقعی که خودش از این آزادی سو استفاده نکنه و خودش رو اسیر نکنه مطمئنه آزادی براش خیلی زیبا خواهد شد همه ما دوست داریم آزادی رو هم خودمون دوست داریم هم خانواده هامون هم بچه هامون هم پدرمادرمون همه دوست دارن نباید اسیر بشیم خودمونیم که ما مسئول هستیم از اینجا هر کس مسئول خودش من شنیدم در این چند ماه گذشته از بعضی افراد من خودم مسئول زندگی خودم هستم هر کار میکنم خودم پاسخ خواهم بود به نوعی درسته مسئول هستیم ولی ادامه بدیم صحبتونو رو بیزمت آه، بله پس انتخاب قدرتمندترین ابزاریه که ما داریم و همه چیز به انتخاب ما خلاصه میشه دقیقه ما انتخاب میکنیم که آزاد باشیم آره. یا نباشیم بکنم خدا هم احترام میزه که ما جو خدا صحبت کنیم تو این برنامه خدا اگه کسی نمیخواد که به او باور داشته باشه خدا به زور نمیگه باور داشته باشه تلاش میکنه این تجربه که من دارم که دیگران او رو بشناسن مثلا اولی قومی که ما راجع بهش صحبت میکنیم تو ادیان میبینیم در تاریخ می‌بینیم که خدا کمکشون که قوم اسرائیل بودش که اونها رو از سرزمین مصر آورد بیرون و اونا گفت ببین من چنین خدای هستم اونا هزاران خدا رو میشناختن صدها خدا رو میشناختن در مصر بزرگ شده بودن به دنیا 400 سال اونجا بودن نه ولی خدا بهش گفت من چنین خدای هستم من این کیفیت رو دارم من این تفکرات دارم برای همه که شما وقتی تورات رو بارها خدا میگه من خدا هستم با فهمیدیم چرا اینقدر میگیم خدا هستم برای که مردم ذات او رو بفهمن بدونن که او چه تفکری داره ولی هرگز به زور خدا نمیگه شما چه این کار نکردید البته ادالت خدا هم هستش نمیخوام را دیدون بشیم البته ولی با این حال همین رو ما در خانواده هم ما نمیتونیم که بچه هم زور بگیم نباید زور بگیم بعد بهشون حق انتخاب بدیم تو زندگی هم. انتخاب قدرتمندترین ابزاریه که ما داریم همه چیز به انتخاب خود ما خلاصه میشه <applause> یعنی ما اگه اینجا بشینیم بریم صبح تا شب جلو فدرال بیلدینگ بگیم مگ برین مگ برون پرچم آتیش بزنیم جیغ بزنیم کتک کاری کنیم اگه مردم در داخل کشور نخوان انتخاب کنن زندگی آزاد داشته باشن بیهوده خواهد بود من نمیگم اعتراض نکنید خود ما هم رفتیم این کارو کردیم و متاسفیم که الان شرایط اینطوری شده دوستایی داریم که خیلی دشکسته هستن روزی گذشته عزیزی میگفت چطور چند نفر رو از خانواده رو کشتن و اذیت کردن تو ایران ولی خود مردم باید انتخاب بکنن شما ببینید ایرانیا رفتن پاریس در زیر برج ایفل دارن مراسم مذهبی شیعه رو انجام میدن که توی ایران انجام میدادن در همینجا میرن در دانتان این کارو میکنن ببخشید شما در کشور آزاد داری زندگی میکنید نمیگم مراسم مذهبی خودتون انجام ندید هر کس به خودش ربطی داره ولی اگه خودشون نخوان کسی نمیتونه به زور این کار و ما نباید این کارو بکنیم نه شما باید بکنه نه ما باید این کارو بکنیم نه هیچ دیگه در این کشوری که ما زندگی میکنیم مردم یاد گرفتن ایرانی یاد گرفتن که هر کس حق انتخاب داره و بابت این موضوع همین چند روز پیش بود ما فورت اف جولای گرفتیم نه هزاران نفر کشته شدن خون دادن که ما شما الان راستش را بریم اینجا بعضیا ولفر میگیرن بعضیا گرین کارت ندارن دارن کار میکنن با موقعیت خیلی زندگی کنیم کسی اون نگی کجا هستی کی هستی ولی بابت این آزادی که هنوزم نسبی هستش بازم در جایی هستش که آدما اذیت میکنن اذیت میشن هزاران نفر جان دادن کافیه بریم به همین اماکنی که یاد بود اینا هستش عکس نیا کنیم قبراش رو کنیم کار کردن پس ملت ما یا هر انسانی خودش بد بخواد آزازه نی کنه کسی که نخواد از یک اعتیاد آزاد بشه هیچ کس هیچ معزه هیچ سخنرانی هیچ نصیحتی نمیتونه کمکش کنه خودش باید بخواد دکتر به شما میگه اتفاقا من پیش دکتر خودم بودم خیلی هم آدم محترمی هستن اگه دکتر ما برگرده ما میگه دوست عزیز شما این دارو رو بخور این تمرین ورزشی رو, رو بکن این کار رو انجام نده این غذا رو نخور این غذا رو بخور ولی من راه خودم رو برم هر چه قدم ایشون تحصیل کرده باشه و با تجربه باشه نمیتونه در زندگی من کاری بکنه هر چه قدم اون داروها اسمشون هم چقدر سخت این اسم دارو اصلا من فقط نشون میدم نمیتونم اسم رو یاد بگیرم حالا آسپرین راحت اینشه بخواد در واقع روش ریسرچ شده باشه کار کرده باشه چون شما نمیخواید بریم به نحو درستی استفاده کنی نتیجه نمیرسیم این هم سخرانی بنده بودش بفرمایید بله و وقتی شخصی اسیر میشه احتیاج به کسی داره که او رو کمک کنه درسته تا هدایتش کنه به آزادی بله. من و شما برای آزاد بودن خلق شدیم دقیقه. پس این قدرت رو در خودمون داریم که هر آزاد کس, بشیم هر کس. آره. و اگه فکر میکنیم قادر نیستیم کمک بگیریم بله. و خیلی عزیزان هستن که میتونن کمک بله. کنن درسش رو خوندن بله. متخصصی هستن. م... خوندن میتونن کمک کنن شما همه. آزاد بشید بله. خب یه جایی هست که ببین شخص به خوش نمیتونه کمک کنه اسیره حالا ما میگیم معتاده میگیم به حال به شکلی اسیر اون ازش اونجاست که شما به نفر دوم احتیاج دارید اونجاست که باید بری پیش یه روانشناس پیش یک متخصص ازش کمک بخوای عزیزم کمک کن من نمیتونم در همین برنامه رادیو ما اکثر اوقات که باز کردیم دیدیم عزیز داره صحبت میکنه خیلی چیز قشنگی راجب به ازدواجشون میگه خب رفته درس خونده تجربه کسب کرده ولی اگر کسی نخواد و خودش هم میگه من ایشون تا نزدیک افتخاری دیدنشون ننشتم. اگر اون زوج اون زوج نخوان خودشون چیزی که ایشون توصیه میکنه رو بپذیرن آقا چی میگی تو که نمیفهمی که بیا وارد خونه زندگی ما بشو میفهمی جریان چیه نمیتونه کاری بکنه پس ما احتیاج داریم و بعد فروتن بشیم بپذیریم که احتیاج داریم گفته شده که همچون آزادگان زندگی کنید اما آزادی خود را پوششی برای شرارت مسازید بلکه چون غلامان خدا زندگی کنید البته عبارت غلامی خود ما رو دوباره اذیت خواهد کرد ولی به این که بعد به خدا باور داشته باشیم چه چه ATS باشیم چه ATS نباشیم خدای وجود داره خدای وجود داره و امیدوارم که اون تجربه که من و ما داریم به حال دوستان داشته باشه و در خصوص متخصصی نیزم میخواید بگید شما تلفن رو اگه دوستان میخوان تماس بگیرن نازنین مسئول هستن و چندین مشاور زیر دست شما با شما همکاری میکنن بله اگه شما درخواست دعا دارید یا مشاوره دارید حتما با این شماره تماس بگیرید 347 464 3000 و این خط 24 ساعته 7 هفت روز هفته بازه شما میتونید تماس بگیرید و مشکلتون مطرح کنید تا کمکتون کنند درسته آ... آم... ما نباید باشیم در ایران که این اواخر اینقدر موضوع خودکشی باب شدالا یا دولت مسئول یا خود مردم حتی شماره گذاشتن میگن که حس خودکشی دارید تماس بگیرید من نمیدونم دقیقا اون سیستم تو ایران چی کار میکنه ولی کسی نباید در این دنیا تنها باشه وقتی احساس بکنه چیزی اسیرش کرده میتونه غم باشه قصه باشه میتونه مواد مخدر هر چی باشه باید احت... بپذیری که من توش به کمک برم میریم ما امریکا گوش بکنیم درسته آقای سیف بگم در خدمت تو خواهیم با باشید بله من لاتون هستم برمیگردیم در خدمتتون هستیم راجع به موضوع آزادی و اسارت صحبت بکنیم ما خیلی جالبیه من حدسم میزدم که بتونیم واردش بشیم و ساعت‌ها راجع به موضوع صحبت کنیم گفتیم که هر کس من اقل... چیزی که مردم تو این برنامه بتونن از ما دریافت کنن خوبه اینه که هر کس حق انتخاب داره لازم نیست اسیر باشی یعنی اگه ما بتونیم پیغام به ایران برسونیم خوب من اذیت میشم وقتی سریال تماشا میکنم فیلم نگاه میکنم میبینم تو اون سریال و فیلم خانم سه تا روسری سرشه اذیت میشم که وقتی میبینم که حق انتخاب دارن ها میتونن 10 تا روسای سرش میکنن ولی چرا باید اسیر زندگی بکنه یا برعکس شما هستش نه آدمایی هستن که اونطور زندگی نمیکنن ولی هر کس حق انتخاب داره چون که خودمون رو در زندگیمون از در زمینه اسیر میبینیم الان اگه مایل باشی میتونیم رها بشیم کافیس بخوایم ایرانیا چی میگن خواستن توانستن بسیاری بوده از بیماریات آزاد شدن و مطمئنم خدا هم اونا رو یاری میده شما بر زندگیتون حق ده, ده ایزان بخواید انجام میشه اگه بخوای اتفاق میفته کسی نیست که بر زندگی شما تسلطتون چه مثبت چه معنی تموم شد اون زمانی که مردم چیزی نمیدونستن چون نه رسانه های گروهی بود نه اجتماعی بود اطلاع نداشتن امروز مردم دارن میبینن اون دنیا رو هم نگر میبینن خبردار میشن برای همین که خیلی از جوان ها ایستاده اذیت میشن میدونه صورتشون اسید پرت میشه نمیدونم تفلکی ها رو از شکنجهش میکنه بله. ولی نگاه میکنم دکتر جوان ایستاده داره حرف میزنه یعنی شما فکر کنید دختر جوان حرف بزنه و بگه نه خیلیه بعضی از هنرمندای عزیز تو داخل کشور واقعا شیرزن هستن ما بینیم بعضیشون هم بیکار شدن خودشون استفاده دادن بعضی از فوتبالیستا ها ایستادن این خیلی خوبه ما باید آزا زندگی کنیم حالا چی انتخاب بکنیم به خودشون مربوطه من نمیتونم بگم شما چی زندگی بکنید من میتونم تجربه خودم بگم کسی سوال بکنه این استارت هر چقدر بزرگ باشه هر چقدر اسمش هولناک باشه خیلی هولناکه شما نمیدونی چقدر بده. تنها کافی که بخوایم تا آزاد بشیم پس با همسو کردن قلبمون ذهنمون و روحمون احساس متفاوتی رو میتونیم همین الان در زندگی خودمون تجربه کنیم دنیای من و شما به این تغییر نگرش بسیار خواهد کرد و واقعیت های جدید رو در زندگی خودمون ایجاد خواهیم کرد خواهیم دید که چقدر دنیا قشنگ میشه همین دیروز بود که یکی از دوستان نزدیک ما دیدم در صفحه اجتماعی به شما نشون دادم گفت با خوشحالی میگفت من اینقدر لاغر شدم من فقط شروع کردم اینو خوردن اینو نخوردن این کارو کردن نه فقط از نظر جسمی راحت هستم بلکه انرژی دارم بلکه سر حال هستم انتخاب کردی دوست عزیز خودتون خواستید من میخوام بگم که ما انتخاب بکنیم اتفاق میفته نازنین جون شاید شما که دارید برنامه ما رو گوش میکنید خیلی ممنون گوش میکنید چون با ما تماس میگیرید محبت میکنید که گوش میکنید کسی باشید که الان نیاز دارید تا از حس محکومیت آزاد بشید شاید به چیزی اعتیاد دارید و نیاز دارید که از اون رها بشید آزاد بشید آزاد زندگی کردن حق شما هستش این هم به ایمان و شجاعت شما ربط داره حالا به ایمان به هر چی ایمان دارید حتی متفاوت خواهد بود هر چی ایمان دارید هرچی هم دلد. کمک نمیکنه ولی کافیه که باور ایمانی که معانی ایمان باور هستش باور داشته باشی و شجاعت داشته باشی اتفاق میفته کافی لحظه به خودتون فکر کنی من بارها و بارها همین کارهای احمقانه رو انجام دادم ممکنه شما اینجوری فکر کنید بیایید همین یعنی الان انتخاب کنید و تصمیم بگیرید دست از محکوم کردن خودتون بردارید در واقع هنگامی که از محکوم کردن خودتون دست میکشید این به شما کمک میکنه تا از اون انجام اون کار هم بتونید دست بکشید من که یکی از اتفاقایی که در جامعه من ایرانی هستم شما ایرانی هستید ایرانی اصیل هم هستم من انقدر صبح تا شب راجع به ایران حرف میزنم فکر میکنم با اینکه آمریکا رو خیلی دوست دارم ولی ایرانی خودم میدونم ولی ما ایرانی ها میدونیم اینو که واقعیت اینه که خیلی از ماها در گذشته خودمون باقی مونیم دوستم برام برنامه راجع به صحبت کنه که عمر باشه در گذشته خودمون باقی مونیم از مذهبی که در ایران حاکمه نگاه کنید 1400 سال پیش آقا بید بیرون قرن 21 هستش هنوز اونجا هستیم مثلا من در زمان رژیم سابقی بودم اوکی آفرین خیلی هم خوبه چرا گی کردی تو 44 سال پیش امروز نگاه کن حتی اگر پادشاه ایران من اینجا بودن در 40 سال گذشته بود شاید ما باش مشکل می داشتیم چون نسل عوض شده آدم ها عوض شدن تفکرات عوض شده حالا ببینیم که علم پیشرفت کرده و خیلی چیز دیگه ولی کافیه که ما بخوایم خواستن توانستن هستش <applause> بله شاید کسایی باشن که اسیر ترسند بله یکی از اصفارت ترسه ترس ترس آدم اسیر میکنه آدم کشور پره بله دقت که دولت ایران نازه جون با ترس مردم داره باز میداره با ترس ترس از اینکه میگیریم اتون, اتون، شغلتون از دست میدید دیگه نمیتونید فوتبال بازی کنید دیگه نمیتونید فیلم بازی کنید ترس 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 مذهب و تفکر و اونا میخواد اینو به مردم بقبوله که بترسن ولی فقط تو ایران نیستش همینجا همینجا تو قرن 21 تو همین آمریکا مردم از خیلی چیزا میترسن <تصفح> میترسن از خونه میان بیرون تو فریوی چی میشه میرن سر کار چی میشه غذا بله. میخورن چی میشه غذا نمیخورن چی میشه ترس خیلی چیز بدیه بله ترس آدم فلج میکنه بله ترس هم چیزی نیست که از جانب خدا باشه لزومی نداره که اسیر ترس باقی بمونن کافیه که همین الان تصمیم تا ترس ها رها بشین میتون میدونین آم، آم... حتی اگر لب پشت بوم میری پای نگاه میکنی گیج میره <laughs> آره من سرم گیج نمیره من یه مدت میستم <laughs> نمیترسم ولی یه جوری میشه آدم یا نه آره آره. نمیدونم چیه آره همون ترس ولی خب ترس وقتی میاد آدم <تصفح> نمیتونه خیلی از کارها رو انجام بده بله حالا شما اشاره به ایران کردیم و مذهب و چطور مردم میترسونن ولی چرا مردم میترسن چرا انقدر تهدید میکنن چون اگه مردم آزاد بذارن خب مثلا آزاد مثلا خیلی کشورها آزاد هستن تو میتونی انتخاب کنی که حجاب داشته باشه یا نداشته باشه میتونه بله. انتخاب کنی صورت روسری سرت باشه یا اصلا هیچ نمایی من مشکل ندارم چیزی ای... میخواد تو روسری آره ولی موضوع اینه که انتخاب خودت باشه بله. از بله. دلت بیاد بله. خودت بخوای هجاب نگه داری. که نگه نگهداری نه اینکه کسی از بیرون تو رو مجبور کنه ماله. اون بدترین چیزه وقتی که تو حق انتخاب نداشته باشی و مجبور باشی به خاطر یه نفر دیگه یا به خاطر یه حکومت بخوای هجابت رو را رایت کنی یا حتی بخوای مسلمون باشی الان یا, یا تو ایران. از خدا برگشتم و نمیخوام از خدا چیزی بشنوم به خاطر همین چیزا میخوام به همین اشاره کنم دو تا دو تا به نظر من چیز داره یکی اینکه آدم باورشون میگه که باید بترسی باورشون خیلی باور در دنیا وجود داره که ما اسمشون رو خدایی نمیشناسیم نمیدونیم ولی ترسی درش وجود نداره ولی خیلی چیزا هست که ادعای خدایی میکنن و الهی میکنن پر ترسن این سیستم تنها کاری که تونسته بکنه یکی باورشونه باورشون همینه واقعا میترسن و در دنیا دارن این کاری میکنن دارن میرن تو آفریقا دارن میرن تو روسیه دارن میرن تو چین دارن اونها رو میرن تو کشور خودمون دارن منتقل میکنن این ترسو مثلا ما بچه بودیم میگفتن مواظب باش که عاقبت به خیر بشی حالا میتونم جنبه مثبت رو شوشم منفی ولی شما بچه رو مرتب داره میترسونی بچه میخواد بره مدرسه میترسه میخواد بره ورزش میترسه و یکی دیگه هم اینه که با ترس تونستن 44 سال باقی بمونن با ترس و ترسشون خیلی قویه خیلی قویه و خیلی آدما میشناسم از برن ایران ریش میذارن من با ریش مشکل ندارم ولی دوست ندارم ریش بذارم البته آقا استیو ریش خیلی بهش میاد خیلی خوش دیب. جوونی هم داشته ولی ریش میذارن حتی دیدم آدمایی رفتن انتخابات شرکت کردن قبل از که برن پرواز کنن چرا میترسه دیگه دیگه ترس آخه چطور به چه درد میخوره که چی بری ایران مثلا اه... کی میخوایم از این ترس آزاد بشیم این اسارت امروز خیلی هستن در حتی کشوری که من و شما زندگی میکنیم از خیلی چیزا میترسن از ترس از ورشکستگی ترس از از هم پاشیدن ازدواج ترس از مرگ ترس از زندگی ترس از ورزش بعضیا ورزش نمیکنن میترسن بعضیا ورزش میکنن میترسن چرا من میخوام به مریض نشم اتفاق برای من نیافته من مشکل ندارم که مریض نشیم ولی مشکل دارم که میترسی یه <تض animales> خانم محترمی که با شما صحبت کردن زن مادر جوانی هستن برای من پیغام گذاشتن از ده دقیقه حرفی که گفتن هفت بار عبارت ترس رو استفاده کردن من میترسم آبروم نره من میترسم بچه میتون نشه آخ آخ این ایرانی ها آبرو, آره. ایرانیا آبرو. چقدر آبروم که رفت دیگه آبروم رفت دنیا شما توی از ایران که خارج میشی وقتی پاسپورت نشون میده همه ازت میترسن آبروم رفته ولی رو. موضوع ترسه موضوع ترس. پس خیلی ها اسیره حالا یه برنامه رو جو ترس میذاریم حتما ولی هرگز ما تنها نیستیم هرگز نه از موزلی رنج ببریم کافیه تماس بگیریم اینجا خیلی چیزا هست رایگانه حالا <applause> مت... مطمئنا خانم آقاین متخصص که میان اینجا شماره رو به راحتی بلدن میتونم بگن تماس بگیرید بگید مثلا در منزلم هم همسرم من اذیت میکنه پدرم مادرم اذیتم میکنن یا بچه هم من اذیت میکنن و بلا فاصله انقدر موضوع برای این مملکت مهمه بلا فاصله خودشون نشون میدن پیداشون میشه چند سال پیش بود که یه خانم در خونه مار گفتش ببخشید این همسایه بغل شما چه جور گفتم ببخش چرا از من پرسی و من میدونستم چه اتفاقی داره خونه میفته ولی اومده بودن پیگیری میکنم که بچه هاشون هم ازشون گرفتن من بچه ها نمیرم اونجا دیگه ما نگفتیم این کارو بکنم ولی بچه ها چون هر شب که تو باشد سر سرسدا میکردن نیستن تفلکی ها و آره بله فاصله خودشون نشون میدن خود میان نشون میدن شما دوست عزیز که دو این برنامه گوش میکنین هر برنامه کافی تماس بگیرید بگید که من احتیاج به کمک دارم چه ما و چه دیگران میتونم به شما کمک بکنم بسیار مهمه من این جمله رو خیلی دوست دارم میخوام بزرگش کنیم اگه لازمه رو دیوار خونه اونم بچسبونیم من آزادی رو انتخاب بکنم آزادی رو نه بی بندباری. یه فرق بین آزادی و بی بندباری هستش حالا بی بنده من چی ترجمه میکنم تفسیر میکنه دیگران فرق میکنه ولی آزادی رو انتخاب بکنم من میخوام آزاد زندگی بکنم افکار ما بعد به ما اینو نشون بده خود ما تصمیم بگیریم مثلا جنیم من جلیسی نوشتم راجع زندانایی که برخی در اونها اسیر هستن تو دنیا زندگی میکنن تفنگ هم بالا سرشون نیست ولی تو زندانه میخواید اینا رو بگید بعیزان اسیر هستن آره. زندان آره. کار افکار اول کار بگید چی بهش میگن انگلیسی ورک uh, آره وای 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 آره, آی و آی و آی و آی. آره. اسیر کارشونه من نمیخوام یه لحظه از خانوادم دور بشم تعجب بکنم بعضی هم میرن شیش ماه یه بار میرن خونهشون آقا شما نمیدونه زندگی خرج داره نه بعضی هم خونه هستن ولی فکرشون اصیره. تو کاره همش موازه به کارشونن اصیرم که این کارو بکنم این درآمد در بیارم همش فکرشون کاره پس اصیرن. واقعا زندان افکار داریم زندان افکار حس سرخوردگی اینجور آدم خیلی سرخورده بینن خودشون و کم نیستن در بین ایرانی اگه مدام دوست داریم که از بیلیاقتی و نالایق بودن خودمون حرف بزنیم مفهومش اینه که در زندان تحقیر نفس زندگی میکنیم زندان تحقیر نفس به معنیه که روش زندگی خودمون رو بر اساس چهار ترس بزرگسالی یعنی ترس از ترس ترد شدگی شکست تنبیه و سرفکندگی قرار بدیم و خودمون رو مستحق زندگی با این ترس بدونیم بعضی و پذیرفتن این زندگی من, من قسمتم اینجوری بوده اینجوری به دنیا آمدم و زندان کمالگرایی ناز اینجا یکی از زندان که خیلی در اون اسیر هستن میخواید بگید برعکس این سرخوردگی درسته؟ سرخوردگی یعنی خودتو هیچ میشناسی هیچ میدونی حقیر میدونی, میدونی. من هیچم به درد نمیخورم و در این بی پوچی اسیر هستی زندان هستی درسته دیگه خودشو اسیر کرد دیگر رو اسیرش کردن آره حالا وقتا بر والده این کاری کردن بعضی وقتا والده متاسفانه با کارم. کلمات و اشتباه آره دیگه با روششون با بر. کلمات حالا برعکس این میشه زندگی کمالگری درست کمالگرایی کسی که میخواد همه چی در واقع بر کمال باشه در بهته مثل گل بیخار بگی میشه گل بدون خار گل قشنگه بوی خوبم میده حالا اینجا زیاد گلاشون خوشبو نیستش مثل ایرانی حرفا ایران آدم توی کوچه میره که گل هست از سر کوچه برو میفهمه ولی اگه خار نداشته باشه اون گله نمیتونه در حیات خود اتفاقا اون خاری که از خوش دفاع میکنه و اون خاره بهش کنه ولی خیلی دوست دارن که زن در زندگی کمالگرای خوش رو زندگی بکنن همه چی هیچی نباید جایز الخطا باید باشیم هیچی نباشه. هیچی نباشه که جلو منو بگیم من میخوام بهترین داشته باشم بالاترین داشته باشم که بازم با این مشکل ندارم ولی یک افرادی هستن اسیر هستن دیدادم که مرتب میرن درگیرن که خودشون جراحی کنن زیباتر بشن من نمیخوام بگم عزیزانی که در این برنامه گوش میکنن توینی کرده باشه مرکز انتخاب خوشو داره ولی میخوان بهتر از بقیه باشن گاهی وقتا من زیباتر از دیگران باشم من میخوام که نمبر وان باشم بازم مشکل ندارم ولی اینکه اسیرش بشی خیلی مسئله است اتفاقا این زیبایی ها یه جورای آدم از خودش میکنه چون وقتی مایکل کیه... جکسون رو کشتن به خاطر این مسئله دیگه <س <س چون وقتی یه کاری میکنی میگه خب اینجا خوب شد خب زیبا شد یه کار دیگه هم میخوای بکنی اون یکی هم درست کنی همینجوری میخوای ادامه بدی بعدم میگه که مو به کارها کم کم زیباتر بشم آره آقای استیبان میخنده زندان ولی... کمالگرایی آره کمالگرایی حالا در هر زمینه میتونه باشه هر کدوم از اینا میگم ساعت میشه جو صحبت کرد زندان روابط نازن جون داره برامه تمام میشه منم با سرعت بخوام بگم بسیار مهمه نکته اول زندان روابط این هستش که هر چیزی که ظاهرا با عرف نمیخونه و از گفتنش عبادارید احتمالا و گفته بشه دومین زندان مربوط به روابط روابطی هستش که عبارت از زندان تایید تایید خواسته از دیگران هستش که گفتی چقدر ایرانی ها دوست دارن اینو آره آبرشون حفظ بشه ظاهرشون حفظ بشه آره. و دیگران همش تعریف کنن از من خوشتون بیا از من به چی آره. من کاری میکنم که شما بالاخره با من مشکل پیدا نکنید خودمون نمیشیم میشیم آدمه که متظاهر هستش ظاهرش چیزی نشون میده ولی دلش چیزی که طرف کاش چیزی که ولی خیلی اسیر در این موضوع و زندان تایید خواستن واقعا خیلی زندان بدیه و خیلی ها هستن که به انگلیسی میگیم affirmation یعنی درسته. دوست داریم هی یکی از ما تعریف کنه و ما رو تایید کنه یعنی وقتی وارد یه اتاق میشیم میخوایم مردم ما رو ببینن ما رو اکنالج کنن فیفی اومد زیزی آره اومد یا اگه بی توجهی بشیم وای 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 بعضی هستن که کوهو میزنن رو دوشم بی توجهی آره. اونا رو بهشون بر میخوره میدونی بلی... من دیروز کامل نگاه نکردم که از هنرمنده خیلی محبوب ایران ایشون یه کومیدین هستن خیلی دوستش دارم چون اصلا هم هیکلش با مزه است قد قبارش با مزه است هم که رفتارش و کاراش قشنگه ایشون تو اون تیترش میگو من باز نکردم میگه من دو سال در افسردگی بودم چقدر مردم هستن که بی نوعی حالا دارن بقیه ازش لذت میبرن دست میزنن به به چقدر ظاهر قشنگی داره چقدر کاش که من مثل این هنرمند بودم برام دست میزدن ولی خودش داره اذیت میشه نازه اینجا. و خیلی زندان دیگه هست که من نمیخوام راجعش بشم ولی فکر کنم اقلا چیزی که ما امروز میتونیم از این برنامه دریافت بکنیم اینه که لازمی نیست باشیم یاد اون نمیره با چی شروع در زندان کردیم. نمونید در آزاد زندان... باشید. دستگیرش از تو باز از تو میشه شما بازشتر. باز کنید. و بیایید بیرون و آزاد زندگی کنید بله. این آزادی وقتی ببینید وقتی خودت آزاد زندگی میکنه آزادی منتقل منتقل میکنید میکنی. میکنی بله. 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 و خودت وقتی در زندان باشی انگار دیگران هم تو زندان میکشونی با خودت بله آقای نیسان ماندلا این کار کرد آقای مارتلوتن کینگ کار کرد بسیاری بودن این کار کردن کافی ما بخوایم هم خودمون آزاد میشیم هم اهل خانهمون هم محیطی که در اون زندگی میکنیم شما رو دوست داریم خیلی ممنون فکر کنم وقتی ما تمام آقای درسته یه دقیقه داریم ولی میخوایم آ... بگید دیگه شماره تلفن دوباره بگید عزیزان تماس بگیرن بله شماره تلفن اگه خارج از برنامه میخوای تماس بگی 347 464 3000 به این شماره میتونید 24 سطح تماس بگید بگیرید واتساپ رادیو چیه ولی بله به تلفن به رادیو ونک تلفنش 85 ولی واتساپ رادیو ونک 310 848 88 سه میتونید با واتساپ رادیو تماس بگیرید بله. و با متخصصین اینجا هستن، زیاد هم هستند زیاد بله. هستند و پیغاماتونو رو بهشون شما دوست داریم خیلی ممنون استیف تعداد آقای جامعیر تبریک میگیم به خودشون هم گفتیم ولی خوشحال که چیزی خوب داره در دا این رادیو اتفاق میفته هفته بسیار خوبی داشته باشید But then I got hurt.